سنسور مپ. آقا این سنسور مپ چی هست؟ علائم خرابیش چیا هستن؟ اگر این مپ سنسور خراب بشه چه اثری روی کار کرده موتور ماشینمون میذاره؟ توی این ویدیو دوستان مختصر و مفید نکات مهم و علائم خرابی مپ سنسور رو خدمتتون عرض میکنیم، پس در ادامه با ما همراه باش. خیلی مخلصیم. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go. عرض سلام و عرض ادب خدمت آقایان و خانم‌های محترمی که در کانال و پیج ما با ما همراهید، ویدیوهای ما رو می‌بینید و با لایک‌ها و کامنت‌های خوبتون به ما انرژی و انگیزه میدید. آقا مپ سنسور چی هست؟ دوستان امروز می‌خوایم مختصر و مفید اون علائم و نکات مهمی رو که باید در مورد مپ سنسورها بدونید خدمتتون عرض کنیم. فقط اگر اتفاقی داری این ویدیو رو میبینی و هنوز جزو دوستان کار درست ما توی کانال برق خودرو حاجیان نیستی، اون دکمه سابسکرایب رو بزن و با ما همراه باش. تمام هدف ما اینه که هزینه های تعمیر نگهداری ماشینت رو پایین بیاریم. ماشین های انژکتوری یک سنسور خیلی مهم دارن به اسم سنسور فشار هوای ورودی به منیفول یا همون مپ سنسور. بعضی از ماشین ها مپ سنسور دارن، بعضی از ماشین ها تی مپ دارن. حالا ممکنه شما بپرسید خب تی مپ با مپ چه فرقی داره؟ مپ سنسور ها فقط فشار هوای ورودی به منیفور رو اندازه میگیرن، ولی تی مپ هم فشار رو اندازه میگیره و هم دمای هوای ورودی به منیفور رو. ECU ماشین شما برای اینکه نسبت استوکیومتریک رو به درستی رعایت کنه، یعنی بنزین رو به اندازه کافی و وافی وارد موتور ماشینتون کنه، نیاز به اطلاعات چند تا سنسور مختلف داره. سنسورهایی مثل مپ سنسور، مثل سنسور زاویه دریچه گاز، مثل سنسور اکسیژن. حالا هر کدوم از این سنسورها خراب بشن اون نسبت استوکیومتریک به هم میریزه. قبلا در مورد نسبت استوکیومتریک توی ویدیو دود سیاه یا دلایل دود سیاه کردن ماشین نکات خوبی رو خدمتتون عرض کردم. آخر همین ویدیو میتونید روی لینکش کلیک کنید و اون ویدیو رو هم ببینید. اگر این سنسور خراب بشه اطلاعات فشار هوا به درستی به ECU نمیرسه، در نتیجه ECU فکر میکنه شما پدال گاز رو فشار دادید یا حجم هوای ورودی به موتور رو درست تشخیص نمیده و میاد بنزین رو زیادی وارد موتور ماشینتون میکنه. اصل مشکل از اینجا شروع میشه که بنزین زیاد میاد توی موتور ماشینتون. احتمالاً بعضن یا خودتون دیدید یا شنیدید که بعضی از دوستان میگن آقا ماشین من توی شهرهای مختلف کارکردهای مختلف داره، مثلا توی بندرعباس ماشینم میزون کار میکنه، مثل ساعت کار میکنه، ولی وقتی میام توی جاده، میام توی بعضی از شهرها، مثلا میرسم به اصفهان یا میرسم به شهر کرد، ماشینم بد کار میکنه. دوستان یکی از دلایل مهم که باعث میشه ماشینتون توی مناطق مختلف عملکردهای مختلفی داشته باشه خرابی سنسور فشار منیفول ماشینته. حالا ممکنه شما عزیزان بپرسید اوکی تا اینجا متوجه شدیم سنسور مپ چیه، تی مپ چیه، اثرات خرابی این سنسور روی کارکرد موتور ماشین ما چیه؟ در ادامه اثرات خرابی سنسور و روش رفع اون رو هم خدمتتون عرض می‌کنیم. رو دکمه لایک هم بزن تا یادت نرفته. خیلی مخلصیم. اولین علامت خرابی سنسور مپ اینه که وقتی ماشینتون رو خاموش می‌کنید، ماشینتون با لرزش خاموش میشه. اگر ماشینتون احساس میکنی موتور میلرزه و خاموش میشه، به سنسور فشار منیفول ماشینت شک کن. دومین علامت خرابی مپ سنسور بد روشن شدن ماشینتون مخصوصا توی استارت های صبحگاهیه. اگر اول صبح میای بسم الله الرحمن الرحیم ماشین رو استارت بزنی، ماشین روشن میشه ولی نمیتونی گازش بدی. اگر گاز بدی ماشینت خاموش میشه و باید حداقل یک دقیقه یا دو دقیقه ماشین در حالت سلو و در حالت درجا کار کنه تا بتونی گاز بدی، احتمالاً سنسور فشار منیفولت خرابه. دوستان سومین علامت خرابی مپ سنسور
خاموش شدن یا کپ کردن شدید ماشینتون مواقعی که شما پدال گاز رو فشار میدید. اگر مواقعی که پدال گاز رو فشار میدید ماشینت میره که خاموش بشه و گاز نمیخوره و شما رو مجبور میکنه که پاتو از روی پدال گاز برداری و سرگاز بری، یعنی باید به میزان جزئی پدال گاز رو فشار بدی تا ماشینت حرکت کنه و ریپ نزنه، اون از علائم مهم خرابی سنسور فشار منیفول یا همین مپ سنسوره. چهارمین علامت خرابی مپ سنسور، بد کار کردن موتور ماشین یا حالتی شبیه به سه کار کردن ماشین شماست. مواقعی هست که احساس میکنید موتور ماشینتون لرزش شدیدی داره و اگر نشون دوستان یا بعضی از همکاران بدید میگن آقا احتمالاً شمع و وایر ماشینت خرابه، ماشینت سه کار میکنه، در صورتی که ماشینت سه کار نمیکنه، بد کار میکنه. خیلی از عزیزان بعضن میان شمع و وایر عوض میکنن، کوئل عوض میکنن، در صورتی که ایراد مپ سنسوره. در چنین مواقعی شما باید ببینید که ماشینتون دود هم میکنه یا نه، لرزش موقع خاموش شدن هم داره یا نه، توی صبحگاهی و استارت های اول صبح چطوره. اگر توی صبح هم ماشینتون بد روشنی داره شک نکنید که احتمالاً مپ سنسور خرابه. حالا ممکنه شما عزیزان بپرسید اگر این مپ سنسور خراب بشه مگر نباید چراغ چک رو روشن کنه؟ بله دوستان، توی خیلی از ماشین ها خرابی مپ سنسور باعث روشن شدن چراغ چک میشه، ولی توی خیلی از موارد هم چراغ چک روشن نمی کنه، حتی بعضن خطا هم ثبت نمی کنه و باید تعمیرکار بیاد با بررسی پارامترها و پارامترخوانی متوجه بشه که فشار هوای ورودی به منیفول یا بالاست یا پایینه و متوجه بشه که مپ سنسور خرابه. حالا اگر ماشین شما یکی از این مواردی رو که خدمتتون عرض کردیم داشت و دستگاه دیاک هم زدید و خطای سنسور فشار منیفول ثبت شده بود، باید چه کار کنیم؟ اگر ماشینتون خطای مپ سنسور ثبت کرده بود نباید همون اول اقدام به خرید سنسور کنید. ما خودمون توی تعمیرگاه همین کار رو میکنیم، یه دونه مپ سنسور تستی روی ماشین آزمایش میکنیم ببینیم فشار منیفول بالا میاد و میاد توی رنج یا نه. اگر فشار بالا اومد و مطمئن شدیم مپ سنسور خرابه اقدام به خرید میکنیم. چرا؟ چون که بعضن مپ سنسور سالمه، سوکتش خرابه، یا مپ سنسور سالمه، سیمکشی مپ تا ECU خرابه، یا حتی بعضن پیش میاد که هم سنسور سالمه هم سیمکشی و سوکت، فقط این سنسور کثیف شده. اون موقع باید با یه دونه اسپری نوک سنسور رو بشورید، یه فشار باد بگیرید و نصبش کنید سر جاش. حالا ممکنه شما عزیزان از ما بپرسید آقا ما رفتیم دستگاه دیاک زدیم، خطای فشار منیفول داشتیم، سنسورمون خرابه و این علائمی هم که شما گفتید ماشین ما داره، چه مارکی بریم مپ سنسور بخریم؟ دوستان یکی از شرکت‌های بزرگ و مطرح در سطح جهانی که سنسورهای فشار منیفول تولید می‌کنه شرکت بوش آلمان هست. این سنسورهای اصلی روی محصولات ایران خودرو و سایپا وجود داره، ولی متاسفانه خیلی از مارکایی که توی بازار هست مارکای تقلبی و فیک هستن. اگر مپ سنسور ماشینتون خراب شد یا مارک کروز تهیه کنید یا مارک ایساکو تهیه کنید برای محصولات ایران خودرو یا مارک سایپا یدک تهیه کنید برای محصولات سایپا. غیر این ستا مارک لااقل ما هر چقدر بستیم بعد از مدتی برگشت و مجبور شدیم یه دونه ایساکوی یه دونه کروز یا یه دونه سایپا یدک روش نصب کنیم. پس پولتو دور ننداز، همون اول مارک اصلی رو بخر. و اما نکته آخر که از نون شب واجب تره، اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی اون دکمه ساب رو بزن. اگر مطالب و ویدیوهای ما براتون مفیده با لایک کردن به ما انرژی و انگیزه بدید. انشالله هیچ وقت توی راه نمونید، همیشه شاد و پیروز باشید. دمتون گرم.